درو تماشابینان عزیز، خلاصه خبرای مهم روز 20 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتون پیشکش میکنیم. در این برنامه تأسیس نخستین آثارخانه امام علی رحمان، مولود زید سعیدوف امیدواری نزدیکانش به عوف این صاحبکاری خوشنام، درگذشت پروفسور شمس‌الله اسماعیلوف، هنرپیشه معروف عبیدالله رجبوف به سن مبارک 80 رسید، شروع دوباره پروازها بین دوشنبه و الماتی. و اکنون تفصیلات خبرها. در تاجیکستان نخستین آثارخانه پرزیدنت امام علی رحمان تأسیس داده شد. این آثارخانه در یکی از بناهای جدید دانشگاه ملی که امام علی رحمان بنا به ترجمه حال رسمیش سال 1977-1982 در همین جا تحصیل کرده است کشودند. در آثارخانه حدود 1200 اکسپانات از جمله عکس های دوره کودکی و دانشجویی امام علی رحمان، دفترچه امتحانات، دیپلم ختم دانشگاه و دیگر اسناد دانشجویی او، کتاب های پرزیدنت، همچنین کتاب های درسی آن دوران و اشت بخش بخشیده به اشت بازدید امام علی رحمان از دانشگاه ملی جای داده شدند. 28 آگوست سال 2020 در جلسه شورای پدگوگی ریکتور دانشگاه پروفسور خوشوقت‌زاده گفت که بنای نو تعلیمی ساخته می شود و ما باید به پیشواز 30 سالگی استقلال در آن چنین آثارخانه بسازیم. نقل کرد در صحبت با شبکه نستعش وریمه دیکان رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان رحمان علی شریپوف. اما عجیب آن است که درهای آثارخانه بروی اما باز نیست، حتی دانشجویان طبق روی خط و آن هم در روزهای معین می توانند از آثارخانه بازدید کنند. در عرفه روز مطبوعات به یک گروه ژورنالیستان اساسا نشریه های دولتی اجازه دادند که آثارخانه امام علی رحمان را تماشا کنند. یکی از آنها گفت از تماشای آثارخانه تأثیرات خوب برداشت، چون که توانست با معلومات نادر درباره دوران کودکی و دانشجویی پرزیدنت آشنایی پیدا کند. ولی سیاستشناس عبدالملک قادروف در زمان زندگیش ساختن آثارخانه امام علی رحمان نمونه دیگری از شخص پرستی می شمارد و می گوید منصبداران زینه های پایان تر می خواهند با چنین تشبس های خوش آمد و میز خود را در چشم بالا شیرین تر کنند. با عقیده او در تاجیکستان یک نوع ایوزکنی ارزش ها مشاهده می شود و صداقت به یک نفر را همچون صداقت به دولت و ملت تلقین کردنی هند. امام علی رحمان که 68 سال دارد از سال 1992 اینک بیش از 28 سال باز بر تاجیکستان رهبری میکند. در سال 2016 به او رسما عنوان پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی و حق پیشبری بدون محدودیت نامزدیش به پرزیدنتی داده شد. امام علی رحمان در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر سال 2020 زمان ریاستش را تا سال 2027 تمدید کرد. زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و صاحبکار خوشنام تاجیک روز 20 مارت به سن 63 سن مبارک پیغمبری رسید. این علکه 7.5 زادروز این مرد صاحب نام است که در پشت پنجره زندان تجلیل میکند. روز 20 مارت در مولود پدرش خیرالله سعیدوف فرزند زید سعیدوف در یک مطلب در فیسبوک اظهار امید کرد که امسال در عرفه بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان پدر او را هم آزاد خواهند کرد. امیدوارم شخصان مسئول در مورد پدر مهربان من موی را از خمیر جدا می نمایند و سفید و سیاه جای خود را می گیرد. سهم و زحمت های پدر ارجمند مرا که کم هم باشد در پیشرفت این سرزمین تلاش کردند به اعتبار می گیرند. یک سو جنایتکار نبودن و از سوی دیگر سلامتی، معلولی مادرزادی و از سوی دیگر سن و سالش را مد نظر می گیرند و آزادیش را تامین می سازند. نوشته است خیرالله سعیدوف. زید سعیدوف 20 مارت سال 1958 در دهه شادمانی ناحیه نورآباد به دنیا آمده و سال 1983 رشته اقتصادی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. او سال 1998 بر اساس سهمیه 30% مخالفین
رئیس کمیته صنعت تاجیکستان تعیین شد. زی سعیدوف از سالهای 2002 تا 2006 وزیر صنعت تاجیکستان بود و بعد رفتنش از این مقام شرکت تاج ساختمان را تشکیل داد. زی سعیدوف ماه می سال 2013 یک ماه بعد اعلان عزمش برای تأسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و به 29 سال زندان محکوم شد. خود او بارها بازداشت و حکم زندانیش را سیاسی نامیده به عزمش برای ساختن حزب سیاسی ربط داده است. سازمانهای حامی حقوق نیز زی سعیدوف را مبعوث سیاسی مینامند، اما مقامات تاجیکستان انگیزه های سیاسی داشتن حکم او را رد میکنند. در سال 2018 سازمان ملل حکم زندان او را غیر قانونی نامید و از حکومت تاجیکستان خواست که او را آزاد کرده برای سالهای زندانیش جبران پرداخت کنند، ولی قرار سازمان ملل را هم در دوشنبه کسی به انابت نگرفت. شمسالو اسماعیلوف زبانشناس شناخته تاجیک، دکتر علمهای فیلولوژی، پروفسور کافدرای زبان تاجیکی دانشگاه دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتم الوغزاده در سن 74 از عالم چشم پوشید. دارا سورابی سخنگوی دانشکده زبانها در یک مطلب در فیسبوک فعالیت‌های پروفسور اسماعیلوف را عبرت بخش و گوناگون جبهه و در گذشت او را تلفات برای علم و معارف تاجیکستان نامیده نوشت. استاد از سال 2013 تا آخران روز حیاتشان در این دانشکده به دانشجویان، اسپیرانتان، مگیستران و دکترانتها در برابر درس زبان و شیوه شناسی مکتب آدم و آدمیت را تعلیم و تدریس میکرد. شمسالو اسماعیلوف سال 1947 در دیهه یخچ نویه کمسامالوباد به دنیا آمده، سال 1966 آموزشگاه آموزگاری غرب و سال 1971 دانشکده دولتی پیداگوگی شهر دوشنبه را ختم کرده است. شمسالو اسماعیلوف سال 1999 دیسرتاسیای دکتری خود را در موضوع تحلیل لینگویستیکی تپانیمیای وادی قراتگین تاجیکستان حمایه نمودند که از طرف زبانشناسان شناخته جمهوری و بیرون از آن بهای سزاوار گرفت. عبیدالله رجبوف، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، برنده جایزه به نام رودکی و اردن های دوستی و ستوره پرزیدنت، یکی از معروفترین هنرپیشه های هجونگار تاجیک، به سن مبارک 80 رسید. نقطه اوج فعالیت ایجادی و شهرت و معروفیت عبیدالله رجبوف نیمه دوم سالهای 80 زمانی بود که او با یک سلسله نمایش های هجوی در موضوع های داغ روز دل همه را تسخیر کرد. عبیدالله رجبوف 20 مارت سال 1941 در نوحه دنگره به دنیا آمده، سال 1964 استودیای مهارت اکتیوری تئاتر به نام لاهوتی و سال 1982 وقتی علاقه 41 سال داشت دانشکده صنعت به نام ترسونزاده را ختم کرده است. عبیدالله رجبوف فعالیت کاری خود را در تئاتر ولایتی درام موسیقی به نام ولیزاده شهر کولوب آغاز کرده است. سالهای 1970-1989 هنرپیشه تئاتر دولتی اکادمی درام تاجیک به نام لاهوتی، سالهای 1990-2000 رهبری بدیعی تئاتر نمونوی مینیاتوری آینه، سالهای 2000-2004 رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود. از سالهای 2004 دیرکتور کل مؤسسه دولتی فرهنگی و فراغتی پایتخت اشتاد و رهبر بدیعی تئاتر نمونوی مینیاتوری آینه، همزمان از سالهای 1994 مؤلف، تهیه‌گر و رهبر بدیعی جشن و مراسم‌های بزرگ عمومی، نمایش‌های تئاتر شده و کنسرت‌های دولتی، آماده نمودن گروه‌های هنرمندان به سفرهای خارجی است. شرکت هواپیمایی سامون ایر پروازهایش را در خطسیر دوشنبه المتو دوشنبه را از سر گرفت. قزاقستان اینک پنجمین کشور است که تاجیکستان ارتباط هوایش را با آنها بعد پاندمی کرونا ویروس برقرار میکند. خدمات مطبوعات سامون ایر گفته است که همه خواهشمندان سفر به قزاقستان باید نه 72 ساعت دیرتر از زمان پرواز سند تشخیص منفی کرونا ویروس بگیرند. پروازها هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه انجام داده می شود، گفته می شود در اطلاعیه سامون ایر. روز 14 مارت
بعد قریب یک سال توقیف پروازها، شرکت قزاقی ایر استانا نخستین پروازش در خطسر المتو دوشنبه المتو را انجام داد. پروازهای بین کشورهای آسیای مرکزی ماه مارس سال 2020 در پس منظر پاندمی کرونا ویروس متوقف شده بود. از تاجیکستان حالا به ازبکستان، امارات متحده عرب، ترکیه، افغانستان و اینک به قزاقستان پروازها انجام داده می شوند. جانب تاجیکستان از تابستان سال 2020 تلاش دارد تا ارتباط هواییش با روسیه را برقرار کند، ولی مسکو تا امروز این پیشنهاد را نپذیرفته است. این بود چند خبر. خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.